بر شما با 180 ثانیه سه شنبه 22 آذر ماه همراه ما باشید. فدراسیون بین المللی حقوق بشر در اطلاعیه‌ای که امروز منتشر کرده از جامعه بین المللی خواسته به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد. این فدراسیون خواستار فراخواندن سفرا یا دیپلمات‌های ارشد کشورهای جهان به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ایران شده و گفته ماندن این دیپلمات‌ها در ایران در شرایط سرکوب وحشیانه و اعدام دو معترض در کمتر از یک هفته بدون نشانه‌هایی از تغییر رفتار رژیم تهران غیر قابل توجیه است. همچنین بریتانیا تحریم‌های جدیدی علیه افراد و یک شرکت جمهوری اسلامی به دلیل ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین اعمال کرد. دانشجویان دانشگاه سوره در اعتراض به احکام اعدام امروز تجمع اعتراضی تشکیل دادند. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز امروز در اعتراض به اجرای احکام اعدام معترضین و همچنین صدور حکم اعدام حمید قره‌حسن‌لو و حکم زندان همسرش تجمع کردند. گروهی از شهروندان برای شرکت در مراسم ترحیم مجید رضا رهنورد، یکی از جوانان معترضی که به تازگی اعدام شده، عازم محل برگزاری این مراسم شده بودند که نیروهای وابسته به حکومت در ایران مانع آنها شدند. شماری از شهروندان در اطراف خانه او تجمع کردند و شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. روز گذشته گروهی از ایرانیان مقیم اتریش مقابل سفارت جمهوری اسلامی در وین تجمع اعتراضی برگزار کردند و با ابراز انزجار از صدور و اجرای حکم اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد خواستار لغو احکام اعدام و آزادی معترضان دربند شدند. گروهی از ایرانیان نیز در مقابل دفتر نخست وزیر نروژ تجمع کردند و خواستار اخراج نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی از این کشور شدند.